ملبورن استرالیا بریم همراه بشیم با همکارم علی محبی علی میدونم که هر دوی این مقامات در نیویورک هستن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل این صحبت ها رو گفتن چه بیشتر میدونیم از گفته های مقامات استرالیا و نیوزلند رزا سناتور پیوانگ وزیر امور خارجه استرالیا همطور که اشاره کردی در نیویورک به سر میبره برای حضور در 79 نهمی مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سهشنبه 24 سپتامبر. برابر با سوم مهرماه اعلام کرد که دولت استرالیا از تشدید تنش‌های اخیر در درگیری بین اسرائیل و حزب الله عمیقا نگرانه و معتقده که یک درگیری منطقه گسترده تر به نفع هیچ یک از مردم منطقه نیست و دولت استرالیا مایل تا شاید کاهش تنش ها باشه و خصومت‌های بیشتر غیر نظامیان رو در معرض خطر قرار میده خب طی روزهای دوشنبه و سه شنبه یعنی دیروز و امروز استرالیا از شهروندان خودش خواسته که با توجه به امکان بدتر شدن وضعیت امنیتی در لبنان تا زمانی که پروازهای تجاری در دسترس هستند هرچه چه سریعتر لبنان رو ترک کنند و در مورد سفر به اسرائیل هم با توجه به اینکه وضعیت امنیتی ممکن منجر به لغو پروازها در فرودگاه بین المللی بنگوریون بشه در مورد سفر به اسرائیل هم تجدید نظر بکنن آی وینستون پیترز هم که سه شنبه عازم نیویورک خواهد شد برای شرکت در مجموعه عمومی سازمان ملل نسبت به تشکیل درگیری ها بین حزب لبنان و اسرائیل ابراز نگرانی کرد و خواستار برقراری آتش در اونجا و همچنین در غزه شد وزیر خارجه نیوزیلند با اشاره به اینکه این کشور از همه طرفا انتظار داره تا به تعهدات خودش عمل کنن از نیوزیلندی های ساکن لبنان خواست این کشور رو ترک کرده و از سفر به شمال اسرائیل خودداری بکنن آی کریستوفر لوکسون هم یک ویدیویی از ایشون منتشر شد توسط رسانه های نیوزیلندی که خواستار خیشتنداری و کاهش تنش ها در درگیری میان اسرائیل و حزب لبنان شده به علاوه اینکه سفارتخانه های چین در لبنان و اسرائیل هم با اشاره به وضعیت امنیتی جدی و متزلزل در منطقه از شهروندان چینی که در اسرائیل و لبنان زندگی می کنند خواسته که فورا از این دو کشور خارج بشن آیلین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم روز دوشنبه در جریان برگزاری کنفرانس مطبوعاتی گفت که حفاظت از شهروندان چینی در خارج از این کشور مهمترین وظیفه و وظیفه حیاتی چین هستش در کنار واکنش سیاستمداران استرالیا نیوزیلند و البته سفارتخانه چین در اسرائیل و لبنان رسانه ها در کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه هم از استرالیا و نیوزیلند گرفته تا ژاپن و کره جنوبی و همچنین تایوان و سنگاپور و هند حملات موشکی و هوایی اسرائیل به جنوب لبنان رو دارند به طور ویژه پوشش میدن و از افزایش نگرانی ها نسبت به گسترش درگیری ها و کشیده شدن میانه به یک جنگ بزرگ و تمامیار خبر میدن علیرضا محبی در ملبورن استرالیا مرسی از توضیحات علیرضا